سلام نمیدونم تا حالا چیزی در مورد روغن برنج شنیدید یا نه روغن پرخاصیتی که محبوبیت مصرف بالایی هم در کشورهایی مثل هند بنگلادش اندونزی مالزی و بعضی از کشورهای دیگه داره البته این که میگم روغن پرخاصیت تعبیر به بهترین گزینه ای روغنی نشه چرا که طبیعتا هر روغنی بنا به ویژگی‌های خاصش خواص مفید و البته کاربردهای متفاوتی داره. پس برای اینکه کمی بیشتر با این روغن هم آشنا بشید تا آخر این ویدیو پادکست رو تماشا کنید. فایل صوتی این ویدیو پادکست در کانال تلگرامی ادساین دیری پادکست و پادکشر کست باکس هم قابل دسترس هست. من نسرین معیدنیا نیا هستم دکترای علوم و صنایع غذایی قبلا در پادکستی با عنوان برنج مصرفیمون رو بهتر بشناسیم به سادگی در مورد دونه کامل برنج براتون صحبت کردم و گفتم که دونه برنج به شکل کامل البته از چهار قسمت پوسته خارجی، سبوس، اندوسپرم و جوانه تشکیل شده. که اونچه ما عموماً از برنج می‌شناسیم برنج سفید یا همون بخش اندوسپرم دونه کامل برنجه و به لحاظ تجاری به مخلوط سبوس برنج و جوانه برنج که در مرحله تولید برنج سفید از برنج قهوه‌ای به دست میاد سبوس گفته میشه بخش سبوس و جوانه برنج هر کدوم به طور جداگانه در کنار ترکیبات خاصی که دارند روغن خیلی خوبی هم دارن به طوری که جوانه برنج 30 درصد و سبوس برنج 18 درصد روغن داره و شاید براتون جالب باشه بدونید که گرچه جوانه و سبوس برنج بخش های هستند که گفتیم به شکل مخلوط با هم به دست میان ولی میشه اونها رو با سیستم علک های خاصی بر اساس اندازه ذراتشون از هم جدا کرد و بعد به شکل مجزایی هم از اونها روغن کشی کرد. ولی خب از اونجایی که جوانه برنج 20 درصد یا بیشتر از وزن سبوس تجاری برنج رو تشکیل میده حذف جوانه برنج میتونه بر محتوای روغن سبوس تجاری برنج اثرگذار باشه. یا به عبارتی راندمان استخراج روغنش رو کم کنه. پس عموما اون چیزی که ما به عنوان روغن سبوس برنج در مارکت ها میبینیم روغن سبوس تجاری برنجه مگه اینکه به طور مشخصی روش ذکر شده باشه که مثلا روغن جوانه برنجه یا با عبارتی به خالص بودن اون که مشخص کنه صرفا مربوطه به سبوس خالص برنجه اشاره کرده باشه و بازم تکرار می کنم که سبوس تجاری برنج با سبوس خالص برنج فرقشون در اینه که سبوس تجاری برنج جوانه برنج رو هم همراه خودش داره حالا خوبه کمی در مورد ویژگی های اصلی این روغن براتون صحبت کنم این روغن حدود 75 درصد اسیدهای چرب غیر با در خودش داره که تقریبا نصف اونو تک غیر اشباعه اسید اولئیک تشکیل میده و نصف دیگرش رو اسیدهای چرب چند غیر اشباعه و البته در بین اسیدهای چرب چند غیر اشباعش اسید چرب اومگا 6 لینولئیک اسید خیلی زیاده تقریبا حدود نیم درصد و اومگا 3 اون فقط حدود 2 تا 2.5 درصده نکته مهم دیگه در مورد این روغن ترکیبات بسیار مهم ارزشمند و اصطلاحاً عملگرا در این روغن هست. مثل ترکیب گاما اوریزانول و ویتامین ای و یک سری از استرول‌های های گیاهی. چون در ابتدای پادکست به بخش سبوس و جوانه برنج به طور مجزا اشاره کردم پس اینم اضافه کنم که ویتامین ای در بخش جوانه مقدارش پنج برابر بیشتر از سبوس خالصه و مقدار ترکیب گام اوریزانول در سبوس خالص برنج پنج برابر بیشتر از مقدارش در جوانه برنجه پس به خاطر اینه که میشه گفت در روغن سبوس تجاری برنج هر دوی این ترکیبات به مقدار خیلی خوبی میتونن وجود داشته باشن. البته چنانچه این روغن تصفیه نشده باشه. حالا که حرف از تصفیه شد پس لازمه که حتما مبحث دیگه ای رو هم اینجا باز کنیم و اونم نحوه استخراج این روغنه. این روغن رو میشه به دو روش از سبوس تجاری برنج استخراج کرد. در روش استخراج با حلال که از حلال هگزان هم عموما استفاده میشه بعد از استخراج روغن روغن رو تصفیه میکنن مراحل تصفیه پیچیده ای که ضمن این مراحل خیلی از ترکیبات مفید همراه این روغن ازش گرفته میشه این روغن تصفیه شده نقطه دود بالایی هم داره حدوداً 230 درجه سانتیگراد و برای کاربردهایی مثل تفت دادن و سرخ کردن تابعی کوتاه هم میتونه مناسب باشه اما در روش استخراج پرس سرد روغن به دست اومده نهایتا فقط فیلتر میشه و بنابراین همه ترکیبات مفید و ارزشمندش در اون باقی میمونن. این روغن طبیعتا قیمت خیلی بالاتری هم داره و دیگه مناسب برای حرارت دادن و پخت و پز نیست مگه اینکه مثلا برای سالاد یا روی غذا بخوایم ازش استفاده کنیم پس موقع خرید روغن سبوس برنج حتما باید به نوع اون دقت کنیم خوبه در مورد خواست مفید این روغن هم نکاتی رو بدونیم نتیجه مطالعات انجام شده نشون دادن که این روغن اثرات مثبتی در سلامت قلب و عروقمون داره، در افزایش حساسیت انسولینی مؤثر بوده، خواص ضد سرطانی داره، اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی داره و میتونه در بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدنمون و حتی سلامت پوستمون هم نقش داشته باشه. و نهایتا خوبه که این سه مورد مهم رو حتما یادمون باشه اول اینکه این, این خواص مثبت و مفید هم به خاطر اسیدهای چرب خاص این روغنه و هم به خاطر ترکیبات مفید غیر روغنی اون پس طبیعیه که نوع تصفیه نشده این روغن یعنی نوع کولت پرس خواص مثبت و مفید بیشتری داره دوم اینکه این روغن هم عین همه ای روغن دیگه و به همون مقدار کالوریز است. هر 14 گرم یعنی یک قاشق غذاخوری از اون 120 کالری انرژی به ما میده. پس در مصرفش باید احتیاط کنیم. سوم اینکه این, این روغنم به خاطر غیر اشباعیت بالاش به فساد اکسیداتیوی خیلی حساسه. پس نه تنها باید همیشه مواظب باشیم که در معرض اکسیژن نباشه که حتی نوع کلد پرس و تصفیه نشدش رو هم باید در ظروف تیره و دور از نور نگهداری کنیم. امیدوارم مطالب این پادکست هم براتون مفید بوده باشه. دریافت نظرات و پیشنهاداتتون حتما خوشحالم میکنه. از همراهیتون سپاس گذارم و برای هممون سلامتی، آزادی، امنیت و عشق.